بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد خب سؤال انجاز در تمام موارد بايد از مشتهد تقليد بكوني یا نه جواب این در اصول دین نمي شود از مشتهد تقلید کرد مثلا در توحید، نبوت، عدل، امامت، معات از مشتهد نمی شود تقلید کرد که بگوید چرا خدا یکی است مثلا بگوید مشتهد گفته چرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی الله مصلا علی محمد و آل محمد هست بگوید که قیامت هست نه اینها را باید خودش به اینها برسد و خودش تحقیق بکند و به این یقین برسد در مستحبات و مکروهات هم خیلی از علما به شمول آقای سیستانی فرمودن که لازم نیست که هر مستحب بیره از مشتهد تقلید بکنه نماز شب مستحب است یا نیست ببینه مشتهد نه اینا لازم نیست یا فلان چیز مکروه است یا نیست مشتهد چی میگه در اینام لازم نیست ولی اون چیزی که بعد در اصل وجوب نماز مثلا خب چرا نماز میخوانی؟ مشتهد گفته نه این درست نیست در اصل وجوب هم لازم نیست ما از مشتهد تقلید بکنیم بگوییم که نماز، روزه، حج اینها از ضروریات دین هست و در اینها هم مشتهد نقش خاصی ندارد اما در کیفیت انجام اینها باید تقلید بکنیم اصل حجره از دین میگیریم اما چطور حج بکنیم از مشتهد میگیریم اصل نماز از ارکان دین هست اما چطور نماز ما نماز درست هست این را از مشتهد میگیریم خب این احکامی است که دانستن اون مخصوصا بر اونهایی که تازه به سن بلوغ رسیدن لازم هست که بدانن ان خب امشب شب ولادت آقا امام رضا علیه السلام هست و فردا هم روز ولادت آقا امام رضا علیه السلام خانواده هایی که در توان دارند و فرصت دارند یک تنوعی بر بچه های خود ایجاد بکنند یا لا یک غذایشان را تغییر بدهند یا مثلا یک پارک جایی یا یک جایزه کیک که اونها بدانند امروز مثلا فردا روز ولادت آقا امام رضا علیه السلام هست و یک مقدار درباره امام رضا علیه السلام صحبت بشود که امام رضا علیه السلام کی بود در کجا به دنیا آمد در کجا به شهادت رسید چرا به مشهد رفت چرا مدینه را ترک کرد این چیزهایی را که خود ما میدانیم و برای بچه ها اگر بگوییم که شما یک اطلاعاتی از اینترنت پیدا بکنید اونا خیلی مفصلتر از ما پیدا میکنند این است که ما چقدر اونا را تشویق میکنیم در تقویم ایران فردا گفته پس فرداست اینجا؟, اینجا پس فردا. خب اینجا پس فرداست در تقویم ایران فردا گفته حالا فر... پس فردا مثلا در تقویم اینجا من تقویم ایران دیدم فردا گفته خب حالا فردا یا پس فردا الله یک تنوعی بیاریم بر بچه ها و یکی از صفاتی را که ما در این چند روز بحث میکنیم صفات کریم بودن امام رضا علیه السلام هست که ما خیلی به اون در این ایام و شرایط بخرانی نیاز داریم که روی این بحث بشود قرآن کریم این صفت رو اختصاص داده به خود خدا خداوند در قرآن کریم می فرماید فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيم من خود من کریم هستم و غنی هستم و بعد هم خودم کریم هستم خداوند میفرمایند هم اونهایی که کریم هستند رو هم دوست دارم یحب الکرام خدا انسانهای کریم و بزرگوار را هم دوست دارد در بعضی جاها از انسان شکایت شده در همین قرآن اون هم صفت کریمی خدا را بر آورده است مثلا در سوره انفطار آیه ششم میفرماید یا ایها الانسان ای انسان ما غرک به رب کل کریم چی تیرا گستاخ ساخت بی ادب ساخت در مقابل این خدایی که کریم هست این خدایی که گفتیم کریم یعنی بخشنده که هنوز ما هیچ چیز نگفتیم یعنی خداوند با این جمله میفرماید که من هیچ چیز تو نخواسته بودی من همه چیز رو برات دادم باز هم از فرمان من سرپیچی میکنی باز هم تقیان میکنی باز هم عبادت من رو انجام نمیدهی اینا علامت که ما در روی اون بحث میکردیم که خب این صفت کریم کریم بودن از خود خداوند هست در دردیجه دوم از معصومین علیه السلام و بعد سفارش شده که انسان مؤمن هم کریم باشند من دیروز ظاهرا همینطور اینترنت زده بودم یکی از علما صحبت میکرد خیلی یک حدیث عجیب خان حدیث این بود که گفت که امام صادق علیه السلام میفرماید در اون شهری که یک ش، یکی از شیعیان ما باشد حالا مفهوم حدیث این است و اون صفاتش تر از دیگران نباشد شیعه ای ما نیست چقدر به اصطلاح این حدیث حدیث سنگینی است که یعنی اگر در کل سیدنی یک نفر شیعه باشد یا هزار نفر یا ده هزار نفر یعنی این ده هزار نفر از تمام صفاتش بالاتر از دیگران باید باشه اگر صادق صادق ترین کسی را در اون شهر پیدا بکنی باید شیعه ما باشه اگر سخی ترین حالا بحث ما کریم هست کریم ترین افراد را پیدا بکنی باید اینا باشه در غیر از اون شیعه ما نیست سعی چقدر این سنگین هست این احادیث که اینها باید شهره باشد در اخلاق در کردار در رفتار در این صفات حسنه خب چند روز پیش من همین اینترنت را چک میکردم دیدم که یک کلیپ هست نوشته بود در او عروسی دست جمعی 240 زوج جوان واقعا خیلی خوب بود که 240 تا جوانهایی که خیلی هم کلشان جوان بود و ظاهرشان هم ظاهر و صلاح معلوم می شد اینها توسط یک مؤسسه ظاهرا به نام مؤسسه بنیاد اول فضل عباس علیه السلام در اون شرایط بحرانی افغانستان اینها آمده بودند این 240 نفره که نمیتوانستن ازدواج بکنن زمینه ازدواج اینها را فراهم کرده بودند و عروسیشان با مدداهی و با قرآن و با اینها همراه بود ببینید این چقدر صفت صفت عالی هست که دو تا زوج جوانی که مثلا یک سال دو سال پنج سال با هم نامزد ماندن و شرایط ازدواج را ندارن اینها آمدن جمع شدن با یک حزینه کم و خیلی هم شاد خیلی هم خوب حالا ما کل اون بحث را تعری... یعنی تعیید نمی کنیم که کل اون بحث به حساب درست بود بله این نفس کار چقدر نفس آل، کار عالی است و واقعا تلاش ائمه اطهار علیهم السلام در رأس اون پیامبر گرامی اسلام همین توصیه به ازدواج و توصیه به همکاری کسانی که در راستای ازدواج قدم برمیدارند پیامبر گرامی اسلام فرمودند من افضل الشفاعه ان تشفع بین اثنین فی نکاح بالاترین شفاعت بالاترین واسطه خیر شدن این است که انسان زمینه ازدواج دو نفر را فراهم بکنه این صفات صفات کریمانه است صفات بزرگ ای هست شما ببینید دو تا جوان را که اگر کسی توانایی داشته باشد به سامان برساند چقدر اونها را از گناه دور میکنه به مقدار که اونها از گناه دور میشه بری صحاب است و چقدر به اصطلاح هر, هر شب انسان متعهل خوابش مثل عبادت شب تا به صبح مجرد است یعنی یک نفر مجرد هست شب تا به صبح عبادت خدا را میکنه بیدار ششته قرآن میخونه نماز میخونه که در کل سال ما سه شب بر ما سنگین است این کل سال شب تا به صبح عبادت میکنه اما یک نفر که ازدواج کرده از این بالاتر هست هیچ کار نکرده نماز مغربشای شای خود خانده بعد تخت خوابیده تا نماز صبح نماز خود صبح هم خواند ولی در کنار همسرش هست روایت دارد مثل این است که شب تا به صبح عبادت کرد پس با تمام این عبادتهایش، این کسانی که کمک میکنن شریک هستن ولی زاست که توصیه میکنیم بر جوانها، ها مخصوصا در اینجا که بعضی جوانها ها میگن که شرایط خیلی سخت است ولی شرایط سخت نیست ولی ما سخت کردیم که این همه مصارفه که واقعا اگر در مصرف این عروسی هایی که الان رواج شده و روز بروز به روز به این جهالت حالا من یعنی نمیخوایم که بر کسی بی ادبی بشه ولی جهالت است افغانستان به اون بدبختی و مشکلات و فقر و بیچارگی ما بیاییم ماشینای 2000 دو دلاری کرا بکنیم اونم بر چند ساعت دو هزار دلار بتیم خرچ یک سال یک خانواده ده نفره را ما بتیم که هم کرای خانش میشه هم خرچ خانش میشه بر چی بر چند ساعت که از اون ماشین های مدل بالای لیموزینه ما سوار شیم از هتل مثلا تا خانه بیم این جهالت و نادانی نیست است خب بله اینطوری اگر عروسی بکنیم خب معلوم داره که سخت است که تنها کرای موترش دو هزار تنها حساب این لوازم و دگه و دیگه هزار و یک لک دالر شوه ولی اون عروسی که اسلام از ما خواسته خیلی ساده است و سفارش هم شده یک ولیمه بتن یعنی یک تعداد را جمع بکنن غذا بتن ولی 500 نفر انسان غذا 300 نفر غذا بتن. چیز کم نمیشه این خودش یک سخاوت هست لذاست که بعضی جوان ها میگه بله ما با این نو نمیتونیم با این شرایط واقعا نمیشه که یک, ب... یک بندی خدای مجرد بیا یک لک دلار جمع بکنه عروسی بکنه و بعد چه قدر دیگه و لوازم بخره چه قدر دیگه به مخلفات و دیگه و دیگه شو کرای خانه و چی و چی اینطوری نمیشه بله ولی ازدواج اسلامی اگر باشه خیلی ساده است و سوء زن هم نسبت به خدا نداشته باشه در قرآن کریم میفرماید سوره نور آیه سی و دو می فرماید یغنهم الله من فضله والله واسع علیم شما ازدواج بکنید خود خدا زمانت کرده که شما را از فقر نجات بده جالب است بعضی افراد می آمدن بعضی جوان ها خدمت پیامبر گرامی اسلام عرض می یا رسول الله ما فقیر هستیم هیچ چیز نداریم پیامبر گرامی اسلام می برو ازدواج کن اینا تعجب میگن میگفت که ما میگیم که نان خوردن نداریم و فقر مبتلا هستیم شما میگه ازدواج کو ای می این آیه رو میخوندن اگر فقیر هستی برو ازدواج کو که خدا تو رو از فقر نجات بده ما واقعا تجربه کردیم ما و شما خود ما در دوران مجردی اون قدر انسان چیزی نداره که در دوران متعهلی با این که به حساب خرچ چند نفر دگان بگردنش هست خدا از فضلش عنایت میکنه خب همین را به امام رضا علیه السلام رب بدیم و انشالله. التماس دعا دو نفر آمد خدمت امام رضا علیه السلام ظاهرا آمده در تاریخ که یکیش احمد بود یکیش حسین این دو تا آمدن و گفتن ما خیلی فقیر و مختاج شدیم جوان هستیم ولی بالاخره این کار و کاسبی ما به هم ریخ ما دیگه خیلی فقیر و بدبخت شدیم و دیگه فکر نکنیم که ما دوباره سر حال شما یک دعایی بکنین یک کار بکنین که ما سروتمند بشیم امام رضا علیه السلام یک جوابی داد فرمودن که در تاریخ اگر شما بگردید خیلی از ثروتمندان بوده که زندگی خوبی نداشتن سروت خوشبختی نمیاره سروت خوب است یک وسیله زندگی است اما اینه که شما هدفتان این باشد که سروتمند بشین بر چی؟ این دلیل خاص نداره بعد مثال ها زدن هر سمت تاهر دل یمینه این کسانی که با ثروت خود از اسلام خارج شدن از دین اسلام یعنی وقتی که فقیر بودن وقتی که زندگی متوسط و آرامی داشتن اینها نماز جماعتش سر جایش بود حتی زکاتشان سر جایش بود رسیدگی به مردمش همه چیز ولی وقت سروتمند شدن همه چیز را رها کردن مثل اون داستانی که آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام که بر من دعا کن که من سروتمند میشه به حد سروتمند شد به حد دارایی پیدا کرد که از پنج وقتشه دو وقت آمد به نماز جماعت دو وقت که آمد بعد دید که دیگه بازم نمیشه کار زیاد است به یکی تبدیلش کرد یکی را که تبدیل کرد بعد گفت دیگه یام نمیشه همون نماز جمعه را میایم در کل هفته نماز جمعه میایم ولی ما میبینم بعض وقتا در اینجا همه توری شده دیگه خیلی ها می فکر کنم که ثروتمند شده الحمدلله که دیگه کم کم از پنج وقت دو وقت و بعد یک وقت و بعد دیگه در نماز جمعه بعضی خلاصه میشه بعضی که نماز جمعه هم نمیبینیم در نماز عید میبینیم حالا کسایی هست که در نماز عید هم میگد که خود نماز زودتر بخوان که ما میریم سر کار خب چقدر کار چقدر تلاش خب بر, چی آدم تلاش بر خاطر رفاه اگر هست خب با همین پول متوسط هم انسان رفاه و آسایش داره بعد امام رضا علیه السلام فرمود من حسن ظنه بالله کان الله عند ظنه به اگر حسن زن نسبت به خدا داشته باشی خدا هم به همون حسن زنت نگاه میکنه حسن زن یعنی چی یعنی گمان خوب داشته باشی که من حرکت میکنم ازدواج میکنم یا این کار را شروع میکنم یا این مسافرت را میرم خداوند ان کمک میکنه اگر این طور کردی خدا کمک میکنه اگر سوی زن داشته باشی که چطور میشه این کار را بکنم نکنم این مسافرت را برم نرم شک داری به اصطلاح بدگمان هستی خداوند هم به گمان بدت نگاه میکنه تو رو کمکت نمیکنه لذاست که ما انشاءالله به همین ها اکتفا بکنیم و به عنوان یک طلبه حقیر این توصیه را میکنیم که ثروت خوشبختی نمیاره انسان به اندازه کار بکنه که بتانه زندگی خود را درست داره بکنه همینقدر که عنایت خدا فرمود دیگه بالاترش از او از مام نخواسته بله ما در قرآن عظیم قرآن کریم بله کرامت قرآن چطور ثابت میشه کرامت گفتیم کرامت چیزی هست که نخواسته بر انسان بته قرآن کریم را که باز میکنی هیچ چیز ما سوال ازش نکردیم میبینی هر صفحه را که باز میکنه انسان میبینه بر علم آن میافزاید لذاست حدیث هم داریم که هیچ کس قرآن را باز نکرد و یا قرآن را نخواند منظور نه کل قرآنه ولو یک آیه دو آیشه مگر اینکه با دو چیز یک مقدار از او کم میشه یک مقدار زیاد میشه ایمانش زیاد میشه و گناهش کم میشه همین که یک لحظه باز کرد یک لذاست که همین ما باز کردیم الان همین آیامت المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات و, و, و خیر عند ربک توابا و خیر عمل مال و زندگی و اینا همین زینت چار روز دنیاست همین که تمام شد داخل قبر رفتی تمام است اون چیزی که بر ما باقی میماند و ابدی میشد اون چیزی است که از پیش خود فرستادیم بر پیش خدا این است قرآن کریم همین که ما بازش کردیم یک چیزی بر ما داد خداوند ان الله این عنایات را برای ما عنایت بیشتر بگرداند صلوات خند فرمایید اللهم